تو که خدمت رو گفتم از سپاهان در این فصل به تیم ملوان آمد. پور غلامی یه حرکت خوب از نصحتی در منطقه راست میتونه توپ هم ارسال بکنه، تو سر توپ میزنه، وارد محوطه جریمه میشه، یک ارسال و توپ به کورنر میره. همواره انگیزه های فراوان. رافقایی زمینی پشت محوطه جریمه، حیدری توپ از او نوری گرفت، یه بار دیگه یاران سفید پوش آهی، یه پاس بسیار خوب به منطقه چپ ارسال بدن و محوطه جریمه، یک ضربه سر به چین دروازه برخورد میکنه، ضربه سر رافقایی، اولین خطر جدی بازی در پنجمین دقیقه. چیزی نمونده بود که دروازه سرخپوشان باز بشه. شما لازم بفرمایید اینجا حرکت کرد حیدری، توپ رو ارسال کرد به درون محوطه جریمه و معمارزاده فقط ایستاد، کاری هم نمیتونست. ملوانی ها هم بود مهداد اولادی، اما در این فصل اول اون فروغ رو نداشت. خودش میگفت که دلیل عمدهش مصدومیتی بود که برای او به وجود اومد. حالا با آمدن دنیزلی میبینیم که حداقل در این بازی به عنوان بازیکن ثابت به میدان آمده. شاید حضور دنیزلی باعث بشه که او باز هم همون مهداد اولادی گذشته بشه. موقعیت هست برای سرخپوشان به سمت دروازه کاظمیان و توپی که به بیرون میره. خطرناک بود موقعیتی که یاران پرسپولیس خلق کردن و جواد کاظمیان که توپ رو به بیرون زد. ملاحظه بفرمایید فشنگچی اینجا حرکت کرد، این پاس ارزی رو داد و این بغل پا رو رضایی زد و در ادامه کجا زد دیگه شیری. فشنگچی در منطقه چپ خط میانی تیمش، اولادی هم در کنارش هست. به خود مهداد اولادی، یه پاس خوب از او برای فشنگچی، تو سر توپ میزنه مهداد اولادی و پاسی که رو به عقب داد برای آقا زمانی به سمت دروازه که رسوخ بوش زربش. کاظمیان پشت توپ، ارسال کوتاه و ضربه سر شیری که راهی به دروازه نداره. نوری یوسف زاده توپ رو میگیره، یه پاس بلند برای نصحتی در محوطه جریمه و زاره اونجا پوشش مناسب رو میده و نهایتا معمارزاده توپ رو گرفت. امروز برگزار بشن بدون گل هست و با آهن و راه آهن. بادامکی یه پاس عمقی برای کاظمیان که از دروازه خارج میشه. حسنی صفت و تکل بلند یوسف زاده و اعلام پرتاب. نوری توپ رو از دست داد، یوسف زاده هم به همین ترتیب. حالا حرکت از رضایی تندوتیز، آهی در مقابلش هست، اولادی به سمت دروازه که توپ رو درازکش میگیره حسنی صفت. خود احمد آهی، رمضانی، مازیار زاره یه لحظه روی توپ اثر میذاره، نصحتی، موقعیت برای حیدری و این ضربه هم ضربه ای نیست که خطرساز باشه. وقت تلف شده بازی در نیمه اول میشه. نصحتی خودش توپ رو میگیره، نصحتی تو سر توپ میزنه، شگرد داره این کار رو، پاسش رو میده برای رمضانی، ارسال کوتاه، یه حرکت نامشخص از مدافعین سرخپوش و این ضربه و توی دروازه. گل محسن مسلمان، عجب گل قشنگی رو زد محسن مسلمان با پای چپ، توپ رو پای سوار شد دیگه از شادی نمیدونه چی کار بکنه. در 45مین دقیقه گل برتری ملوانی ها رو خیلی قشنگ به ثمر رسوند. مسلمان که به همون سمت هم شیجه رفته بود. ملاحظه بفرمایید نوری و مازیار زاره اینجا یه لحظه توپ رو گم میکنن، دفع ناقص علیرضا محمد و این ضربه که دیگه هیچ حرف و حدیثی رو باقی نگذاشت. مسلمان هم یه کارت زرد گرفت و این گلی که به زیبایی به ثمر رسون اشتباه
میثاق معمارزاده هم محرز بود روی این گل. با پشت پا یوسف زاده پاس عالی رو میفرسته برای رمضانی، فضای بسیار خوبی هم داره برای حیدری. پشت محوطه جریمه رافقایی موقعیت بسیار مناسبی داره که اونجا هنوز هم موقعیت هست که میثاق معمارزاده این بار دیگه سد راه توپ شد. آقا زمانی یه بار دیگه یان پرسپولیس در محوطه جریمه، برگشت توپ نوری به سمت دروازه و توپش به بیرون میره. مصطفی دنیزلی دیگه نشسته. حرکت از یان ملوان، نصحتی به قلب خط دفاع تیم پرسپولیس میزنه که توپ رو گرفتن. رافقایی مجددا خودش وارد محوطه جریمه هم شده، به سمت دروازه معمارزاده یه لحظه توپ رو دفع میکنه، باز هم در زاویه بسته به توپ ضربه زدن، ارتباط رو قطع کرد. نوری، اولادی، نوری، بادامکی پشت محوطه جریمه وارد محوطه هم میشه، موقعیت هست برای سرخپوشان و رضایی که به توپ ضربه میزنه و با رشادت سالارزاده پشت توپ هست. فاصله یه توپ و خط دروازه هم زیاده، در عرض پاس میده برای سامان آقا زمانی، اولادی، بادامکی میکاره برای نوری و او ضربهش تو چارچوب نیست و چند موقعیت رو هم خلق کرده. ببینیم تا به پایان چه اتفاقاتی رو خواهد داد. اولادی از سمت چپ حرکت کرده، میتونه توپ رو بفرسته، این کار رو انجام میده برای رضایی کوتاه قامت. مهدوی کیا این سمت به توپ میرسه، خود مهدوی کیا، رضایی در محوطه جریمه به دنبال توپ و اعلام پنالتی. پنالتی میشه. پورغلامی توپ رو با دست اول تیم پرسپولیس، کاپیتان سابق همین تیم ملوان بوده، یعنی مازیار زاره، ملزم فرمایید اینجا توپ رو با دست زد. بله دیگه واضح بود نامه برای تیم ملوان بازی خواهد کرد. عجب ضربه حساسی مهدوی کیا الان رفته پشت توپ. بله مازیار زاره انصراف میده، مهدوی کیا پشت توپ هست. ببینیم ضربه رو چگونه خواهد زد. مهدی مهدوی کیا دورخیز هم میکنه، خود مهدوی کیا و توپ رو میگیره. حسنی صفت، حسنی صفت توپ رو میگیره تا مهدوی کیا ورودی نچندان خاطر انگیز در تیم پرسپولیس داشته باشه. چقدر بد زد، حالا میره تبدیل یک ضد حمله بشه. اگر ببینیم تصویر رو، بله ملزم فهم خیلی بد زد زمینی زد. البته حسنی صفت هم خوب رفت و جهت رو خوب تشخیص داد و مهدوی کیا هم نتونست. مصطفی دنیزلی همچنان لبه خط، خود مهدوی کیا ارسال به درون محوطه جریمه و باز هم حسنی صفت که نمایشی هم توپ رو میگیره. ملوان یک پرسپولیس صفر. دقیقه 45 مسلمان گلزنی کرد، دقیقه 69 هم مهدوی کیا یه پنالتی رو از دست داد. نصحتی در محوطه جریمه و اعلام پنالتی، اعلام پنالتی میشه برای تیم ملوان روی حرکت محمد نصحتی. ملاحظه فرمایید اینجا حرکت میکنه نصحتی، تو سر توپ میزنه، همونی که شگردش هست و بله شیری خطا رو مرتکب میشه تا ملوان در آستانه رسیدن به گل دوم هم باشه. رافقایی نیست که ضربه پنالتی رو بزنه، رمضانی که تا حالا دو گل زده میتونه توپ رو تبدیل به گل دوم ملوان بکنه، یا که خیر دورخیز میکنه، حرکت و گل توی دروازه. رمضانی نتیجه رو حالا 2-0 میکنه. ملوان 2 پرسپولیس 0. 79 دقیقه ضربه پنالتی باید تکرار بشه. رمضانی حواسش نیست، دورخیز میکنه، ضربه رو میزنه و این بار گل، این بار هم گل. رمضانی این بار برخلاف دفعه قبل میزنه و دقیق هم میزنه و توپ رو تبدیل به گل میکنه. خب تماشاچی ها درخواست میکنن از داور که یه بار دیگه ضربه رو تکرار کنه، واسه شون
حبشی مزه کرده. آسیا رساره شیری، این ندای علی دایی که الان میاد و تماشاچی پرسپولیس دارن میگن، نه مروانی ها. توپ باز هم در اختیار نوستی است، وارد محوطه جریمه هم میشه و توپش داخل چارچوب نیست. پرسپولیس بیاد. اما اگر تماشاچی های خودی بگن، یعنی این که فقط داییه که میتونه این تیم رو درست بکنه. توپ در اختیار رضایی است، موقعیت هست برای تیم پرسپولیس. مهدوی کیا در محوطه جریمه صاحب توپ هست، ارسال زمینی او پشت محوطه جریمه. نوری برگشت توپ، همچنان توپ در رفت و برگشت است که نهایتاً توپ رو مسلمان میگیره. شکوری هم تا لحظه دیگر به بازی خواهد آمد و نصحتی که صاحب توپ میشه، میره که وارد محوطه جریمه میشه تا بلکه یه حرکت فردی دیگه انجام بده و توپی که دقاقله به بیرون فرست. سرمربی جدیدشون میگذارن، اما یه چیز رو از یاد نبریم، دنیزلی زمان میخواد. دقاقله وارد محوطه هم میشه، موقعیت هست برای تیم ملوان و احتمالاً گل سوم که توپ به بیرون میره. 84مین دقیقه، 89مین دقیقه. مهدوی کیا اولادی یک و دو میکنه با هاشمیان. مهدوی کیا یه ضربه به توپ زد، حالا مازیار زاره باز هم گارد شودزنی میگیره. هاشمیان در اصل با پای چپ به لوکه میشه، برگشت دو از پورغلامی، همچنان موقعیت برای سرخپوشان و رضایی که این توپ رو زد و از بالای دروازه به بیرون رفت. مهدوی کیا باز هم خط دفاعی ملوان یه لحظه آهی اشتباه میکنه. وحید هاشمیان ارسابه در محوطه جریمه، رضایی کوتاه قامت اونجا یه ضربه سر میزنه، خودش سریع به دنبال توپ برای شکوری، او هم توپ رو ارسال میکنه. موقعیت هست برای هاشمیان، یه حرکت از او و او هم توپش ببی. مهدوی کیا آخرین کورنر بازی رو خواهد زد. ارسال به دروازه محوطه جریمه، برگشت توپ، موقعیت هست حالا برای رضایی به سمت دروازه و پایان بازی هم در همین لحظه اعلام میشه.